چشم انداز حضور بلند مدت کرونا در ایران، دولت میگوید مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. بازگشایی مدارس تاجیکستان، دولت میگوید نگران شیوع کرونا نیست. و نمایشگاه آثار شیرین نشاط در لندن. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. رئیس جمهوری ایران گفته کرونا ممکن است تا آخر سال در این کشور بماند. حسن روحانی این را ضمن تجلیل از عملکرد دولت در مقابله با کرونا گفت. او همچنین گفت مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی و نیازمندی‌های مردم در ماه‌های آینده وجود ندارد. در همین حال مقام‌های مسئول از خانه ماندن مردم در روز 13 به در اظهار خوشنودی کردند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. ایرانیان توانستند یک روز 13 به در را اغلب در خانه های خود بمانند و آنها که بیرون رفتند مثل این عده در مقابل بیمارستان گرگان روحیه دادند و روحیه گرفتند. روز گذشته خلوتترین 13 به در ایران در یادها بود و دلیلی برای نگرانی از شلوغی خیابان ها و طبیعت و انتقال کرونا وجود نداشت. کمتر از 10% ما در واقع تردد در روز گذشته در جاده های مواصلاتی کشور داشتیم. نزدیک به 90% کاهش ترددهای خیابانی این دلگرمی را می‌دهد که می‌توان اکثر مردم را راضی به رعایت توصیه‌های بهداشتی کرد. دلگرمی در جلسه امروز دولت مردان ایران با صحبت‌های حسن روحانی تبدیل شد به جلسه ستایش از تصمیمات و تلاش‌های دولتش. گزارش مفصلی رو هم وزارت کشاورزی داد و هم وزارت صمت داد از شرایط ذخایر کالاهای اساسی ما در ماه‌های آینده که گزارش بسیار خوب و امیدوار کننده ای بود. و این فقط وضعیت کالاهای اساسی ایران نبود که حسن روحانی در این شرایط امیدبخش توصیف کرد. ستایش از تمامی موارد مدیریت دولتی در این روزها امروز تکه کلام حسن روحانی بود. ما به حمد الله در ماه‌های آینده مشکلی پیش روی ما نیست. بانک مرکزی گزارش بسیار خوبی دادند. محصول ما محصول خوبی خواهد بود. ما تصمیمات خوبی گرفتیم. به حمد الله ما مشکلی برای تأمین ارز تا پایان سال انشاءالله نخواهیم داشت. همه اقدامات خوبی هست. بین صحبت‌های رئیس مجریه و خبر اعلام کرونا گرفتن رئیس قوه مقننه، آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در ایران بدین قرار اعلام شد. در 24 ساعت گذشته ما 2875 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم. متاسفانه 124 نفر رو ظرف روز گذشته تا ظهر امروز از دست دادیم. تلفاتی که در مقایسه با کشورهای دیگر مثل ایتالیا و اسپانیا به مراتب ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهد و باعث تردید ناظران نسبت به صحت این قبیل آمارها یا نحوه شمارش آنها شده. ولی سخنگوی دولت ایران امروز تا آنجا پیش رفت که از کرونای بدون مرگ در ایران سخن راند. این چیزیه که ما میتونیم در آینده حداقل به طور قطع خوش بگیم که کرونای با مرگ کمتر یا با امید خدا بدون مرگ یا با مرگ کمتر، و بدون مرگ نمیتونیم مثل صفر ریاضی پیرامونش صحبت کنیم. در میانه این برآوردهای اغراق‌گونه از اوضاع، دولت مردان ایران یک واقعیت را ولو به شکلی ملایم بیان کردند. اینکه کرونا فعلا ماندنی است. کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماه‌های آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه. دولت ایران میگوید از مدیریت خود امیدوار است، اما متخصصان از یک موج دوم شیوع کرونا در ایران میگویند. داروی ما را از تو وزارتخونه به ما پس بدید آقا. از جمله محمد رضا هاشمیان، یکی از پزشکان شاخص ایران که دعوایش با وزارت بهداشت از دیروز خبرساز شد. دارومونو به ما بدید، پس بدید داروی فامیپراویر ما رو، باش مخالفت نکنید. او در این ویدیو خبر داد ماموران وزارت بهداشت دارویی را از او ضبط کردند که در مداوای بهتر مبتلایان به کرونا به او کمک کرده و در چین و ژاپن هم نتایج خوبی داشته، هرچند در بسیاری از کشورها از جمله ایران یا آمریکا رسما به تایید نرسیده. زنگ زدن از وزارتخونه که برای چی شما نسخه نوشتید؟ دارویی که تو ایران نیست.
پیرو این صحبت‌ها وزارت بهداشت محمد رضا هاشمیان را به تشویش از خانه عمومی متهم کرد. این ماجرا هم مربوط می‌شود به اختلاف نظر بین پزشکان متخصص و بوروکراسی وزارت بهداشت و هم به ماجرایی که در آغاز بحران کرونا وزارت بهداشت خود از آن به نام شبکه در هم تنیده سرقت و احتکار در داخل این وزارتخانه یاد کرد که باعث می شود داروها و بعضی از لوازم خریداری شده سر از بازار سیاه در بیاورد و به چندین برابر قیمت به فروش برسد. سیاوش اردلان، بی بی سی. هفته گذشته بعد از 10 روز تعطیلات بهاری مدارس تاجیکستان دوباره باز شد. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان در بسیاری از کشورها مدارس تعطیل شده و دانش آموزان از راه دور و بدون حضور در کلاس‌ها درس می‌خوانند. تاجیکستان از معدود کشورهایی است که تا روز بازگشایی مدارس هیچ مورد ابتلا با ویروس کرونا را شناسایی نکرده بود. اما به گفته خبرنگارمان سهراب ضیا تدابیر جلوگیری از انتقال این ویروس به کشور هر روز سخت‌تر می‌شود. بعد از 10 روزی تعطیل دوباره نزدیک به 4000 مدرسه در سراسر تاجیکستان برای 2 میلیون دانش آموز باز شد. در شهر دوشنبه بیش از 200000 دانش آموز صبح امروز به مدرسه هایشان آمدند. مخصوصا خود برای بیماری جگر فایده خیلی کلان دارد. این مدرسه نزدیک 3000 دانش آموز دارد. در مقایسه با گذشته تفاوتی که به نظر می رسد حضور برخی شاگردان با ماسک در مدرسه است. آموزگاران می گویند جای برای نگرانی نیست. در وقت تعطیل همه مدارس دوبار زیدی افونی شده و مقداری کافی مواد ضروری را برای این کار ذخیره کردند. از دانش آموزان خواستند بهداشت شخصی را بسیار جدی بگیرند. در تمام مؤسسه‌های تعلیمی با مقصد یعنی پیشگیری همه گونه بیماری‌های سرایتی با موادهای به ضرر گردانیده شده از جمله گیدراکلرید ناتری هم به طور مویگی و هم به طور خاکوی صابون مویگی در سطح ضروری تامین کرده شدند. اینجا یکی از پارکینگ‌های اتوبوس‌های مسافربری شهر دوشنبه است. با گفته مسئولانش هر صبح و شب پیش از آغاز و بعد از انجام کار سالن اتوبوس ها را زیدی عفونی می کنند. این روزها در خیابان های دوشنبه تعداد افرادی که ماسک دارند بیشتر به نظر می رسد. قیمت ماسک هم در 3 ماه اخیر 2-3 برابر شده. آن هم در کشوری که تا حالا ماسک را بیشتر وارد می کرده تا تولید. در اینجا برای دانش آموزان مدارس لباس تهیه می کنند. 2 هفته پیش بخشی از کارمندان را برای تولید ماسک بسیج کردند و حالا در اینجا از پارچه های محلی روز تا 8000 ماسک تهیه می شود. با بالا رفتن تقاضا به ماسک در این کارگاه خیاطی در کارخانه نساجی تاجیکستان به تولید ماسک بهداشتی شروع کردند. حالا 50 نفر در این کارگاه به این کار مشغولند و در صورت ضرورت تا 300 نفر ممکن است به این کار جلب شوند. بلافاصله با شیوع ویروس کرونا در چین، تاجیکستان در گذرگاه‌های مرزیش تیم‌های پزشکی مستقر کرد. طی 2 ماه اخیر بیش از 6100 نفر که از خارج آمدند قرنطینه شدند. تا حالا بیش از 2000 نفری آنها مرخص شدند. مثل این دانشجویان تاجیک که اواسط ماه فوریه از شهر ووهان چین به دوشنبه بازگردانده شده و 15 روز را در قرنطینه گذراندند. بیش از 4000 نفر همچنان در قرنطینه هستند. نظارت پیوسته امکان داد که تا امروز یگان حالت وابسته به نشانه های بی‌واسطه سرایت‌یابی کرونا مشاهده نگردید و یک مقدار اونایی که ضروریت بود به گذراندن آزمایش های تستی و حتی آزمایش های تستی که چی در روزهای اول گویم نمونه هاش به مسکو و به دیگر دولت ها روان کرده می شد یکان حالت گویم که تصدیق کننده نبود، یعنی که تصدیق خود را نیافت. امروز نماینده سازمان بهداشت جهانی در تاجیکستان به رسانه ها گفته که از 53 کشور آسیایی تنها در 2 کشور موارد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده نشده است، در ترکمنستان و تاجیکستان.
با وجود این، تاجیکستان برنامه جلوگیری از ویروس کرونا و واکنش احتمالی در صورت بروز این بیماری را تهیه و برای اجرای آن از سازمان‌های مالی بین المللی درخواست کمک کرده است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هفته گذشته دولت سوریه از اولین مورد مرگ بر اثر کرونا در این کشور خبر داد. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که کمتر از دو سوم بیمارستان‌های سوریه فعالند و این کشور به شدت دچار کمبود کادر درمانی و امکانات پزشکی است. همزمان دیدبان حقوق بشر گفته که ترکیه آب را به روی شهر حسکه در شمال شرق سوریه بسته تا در این وضعیتی که این شهر با شیوع ویروس کرونا مقابله می‌کند، فشار بیشتری بر گروه‌های کرد مسلط بر آنجا بیاورد. مرداد فرهمن نگاهی دارد به یکی دو نقطه خاورمیانه که کرونا تنها یکی از بحران‌های آنهاست. عربستان سعودی ارتباط 6 محله را در مکه با جهان خارج قطع کرده. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در 24 ساعت گذشته 154 مورد تازه از ابتلا به ویروس کرونا در کشور گزارش شد. آمار مبتلایان به 1453 و جان باختگان به 8 نفر رسید. کرونا عملیات نظامی عربستان را در یمن متوقف نکرده. تازه ترین قربانیانش اسب‌ها بودند. بمب‌هایی که هواپیماهای سعودی ظهر دیروز بر دانشکده افسری در صنعا ریختند، روی استبل اسب‌ها فرود آمد. صحنه اسب‌ها و کره اسب‌های مرده دلخراش‌تر از آن بود که بخواهیم نشان دهیم. این بمباران به تلافی موشک‌هایی بود که حوثی‌ها 3 شب پیش به ریاض شلیک کردند. یکی از ضد موشک‌های پاتریوت سعودی که برای رهگیری موشک‌های حوثی‌ها به آسمان ریاض شلیک شد، برگشت و به زمین خورد و شماری را زخمی کرد. کشور دیگری که بیم آن می رود جنگ هم در آن به کمک کرونا بیاید، عراق است. کشوری که در خاورمیانه پس از ایران بیشترین آسیب را از کرونا دیده. حالا دارد گورستان‌های تازه‌ای می سازد. آن هم در حالی که احتمال عملیات ارتش آمریکا علیه حزب الله عراق و جرقه آشفتگی تازه‌ای در کشور مطرح است. و دست آخر، این هم اهرام مصر و پیام در خانه بمانید. مهرداد فرهمند، بی بی سی. تازه ترین کار شیرین نشاط، هنرمند سرشناس دنیای هنر عکاسی، مجموعه ای از پورتره‌های بیش از 100 مهاجر آمریکایی است از دید او، یک مهاجر ایرانی. بخش مهمی از این عکس‌ها و یک کار ویدیویی همراه آن در گالری گودمن در لندن به نمایش گذاشته شد. کسرا ناجی که این مجموعه را دیده میگوید این کار دستاورد مهمی برای هنر عکاسی و برای شیرین نشاط است. این سیمین است، عکاسی که در داستان این مجموعه تازه از شیرین نشاط بدل اوست و به گوشه از آمریکا می رود، در خانه ها را می زند و درخواست می کند اجازه دهند از افراد عکس بگیرد و از آنها می خواهد از خوابهایشان بگویند، خوابهایی که او می خواهد آنها را تعبیر کند. نتیجه مجموعه ایست گیرا از پورتره‌های افرادی عادی، از فقیر و غنی، از زن و مرد، از پیر و جوان. این انریکه زاپاتا، 94 ساله، از آلباکرکی نیو مکسیکو. شیرین نشاط میگوید این مجموعه نگاه اوست به جامعه مهاجر آمریکا، نگاه یک مهاجر ایرانی به آمریکایی ها. کندوکاو این جامعه. او میگوید در آمریکا این روزها ورق برگشته، برخورده. آدم‌های جدیدی روی کار آمدند. رشد نژادپرستی مهاجران را تهدید می‌کند. این یکی سرباز در ارتش آمریکا، مانوئل مارتینز، با خالکوبی‌هایش و خواب‌هایش.
شیرین نشاط میگوید تحولات این روزها در آمریکا میتواند نهایتا به یک گسست اجتماعی بیانجامد. Shirin Nishat has been a very important figure in the art world for some time. شیرین نشاط مدت هاست که یکی از شخصیت های مهم دنیای هنره که در نیویورک زندگی میکنه در تبعید، چون نمیتونه به ایران برگرده که کشورشه، کشوری که خانوادهش هنوز در اون زندگی میکنن. هنرمندی که از عکاسی گرفته تا سینما کارهای زیادی خلق کرده و این جرأت رو داشته که هر از گاهی هنر رو کنار بگذاره تا بتونه برداشت بهتری از اون پیدا کنه. کسی که میتونه سوژه هاش رو که بهشون احساس نزدیکی میکنه طوری عمیق بررسی کنه. برای این تازه ترین مجموعه از عکسهایش شیرین نشاط بساط استودیوی عکاسی سیارش را به خانه های مردم برد و از آنها از رویاهایشان پرسید و از خوابهایشان، خوابهای خوب و بدشان. میگوید متوجه شد که انسانها در رویاها و آرزوهایشان چندان متفاوت نیستند. در این مجموعه آثار او نکات اصلی خوابها را به تصویر کشیده در کنار پورتری افراد. این ویدیو از او در حال کار از بخشی از مستند موزه معروف برود در لس آنجلس گرفته شده. خطاطی فهیمه گوران هم جز مهم این پورتره هاست. نوشته هایی از متون فارسی کتاب های قدیمی تعبیر خواب را او به خط فارسی ترسیم کرده. خواب های افراد در نیو مکسیکو نچندان متفاوت از خواب های افراد در ایران قدیم و شاید امروز. جزی از این مجموعه آثار فیلمی است در دو قسمت از سیمین که در این گوشه آمریکا از افراد عکس میگیرد و از خوابهایشان میپرسد. این مرد میگوید این رویا نیست، کابوس است که او دارد. اما در این مسیر سیمین به تأسیساتی وارد می شود که در آن عده‌ای از ایران دارند عکس‌های او را و خواب‌های افراد را تجزیه و تحلیل می کنند تا دشمن را بهتر بشناسند. سفری در خیال‌ها، در متن دشمنی‌های ایران و آمریکا. You come in and you're immediately wrapped by these portraits where everyone. وقتی وارد گالری میشید بیشتر از 60 پورتره از افراد مختلف شما رو احاطه میکنه که همه به شما زل زدن. عکسای سیاه‌سفید که سبک شیرینه. بعد که به طبقه پایین میرین دو نمایش ویدیویی رو میبینید که در اون یک زن جوان که بدل شیرینه بازی میکنه و وقتی دوباره به طبقه بالا میایید و عکس‌ها رو میبینید متوجه میشید که داستانی در پشت این عکس‌ها وجود داره که در وهله اول چندان واضح نیست. Engaging with these portraits again, that there is a story behind them. این عکسی از کنسوئلو کوینتارا. کارهای شیرین نشاط همه ریشه در تجربه های شخصی او دارد، به عنوان مهاجری که از وطنش دور افتاده و همه تأثیرهای روانی این دوری. در کارهای او ابهام هم جای زیادی دارد، چه در تنظیم عکس و چه در نگاه سوژه. در این عکس ها مهاجران را مثل سایر انسان ها آنطور که هستند میبینیم، با همه قوت ها، ضعف ها و شکنندگی هایشان. و بیم و امید هایشان. دستاوردی بزرگ برای هنر عکاسی و شیرین نشاط. کسری نجی، بی بی سی، گالری گودمن، لندن. طیبه احمدی یک مهاجر افغان است که سال گذشته در اتریش به عنوان مانکن سال برگزیده شد. از او حالا برای مجلات مختلفی عکس برداری می شود و برای ارائه جدیدترین لباس ها به کشورهای مختلف سفر می کند. بامداد اسماعیلی در آلمان با طیبه دیدار کرده. صحنه شوتینگ در یکی از لوکس ترین هتل های شهر دوسلدورف.
طیب احمدی ساعت هاست که برای این شوتینگ با لباس ها و آرایش های مختلف جلوی دوربین حاضر می شود. بسیار خوشحال هستم و شوتینگ اول من بسیار خوب تیر شد و همچنان پر از انرژی هستم برای شوتینگ های بعدی. اما قبل از اینکه به شوتینگ های بعدی برسیم، 7 ساعت به عقب برمی گردیم. امروز طیبه احمدی برای ارائه جدیدترین محصولات آرایش لیلا حمیدی، چهره پرداز ستاره ها به آلمان آمده است. لیلا حمیدی هم اهل افغانستان است و سال هاست که با چهره های مشهور دنیا کار می کند و آنها را آرایش می کند و برایشان لباس انتخاب می کند. او حالا مدتی است که محصولات آرایش خود را به بازار داده است و می خواهد آنها را در 1-2 هفته آینده نیز به افغانستان ببرد. لیلا حمیدی برندش یعنی یک قدرت و انرژی زنای افغانستان است که بدون از این که اونا یک کس دستشان یک دست کشیده باشه یا دلسوزی شده باشه، دستار پای خود استاد شده و علت از این است که من در افغانستان میخواهم که ببرم است که زنای افغانستان باید امو قدرت و انرژی را در وجود خودشان پیدا کنن. وقتی که تنها کاسمیتیک نیست یا تنها یک میکاپ نیست و این مسیج از این داره که وقتی که یک زن پیش آینه استاد میشه و خود آراسته میکنه، خودش بر خود یک انرژی میتر در آینه و او انرژی را استفاده کنه و او در خانه خود خوشبخت باشه. طیب احمدی 5 سال پیش به عنوان پناهجو به اتریش آمد. او 23 ساله و اهل افغانستان است و در مشهد متولد شده است. من همیشه آرزوی مدل شدن را داشتم، ولی بعد از اینکه من به اتریش مهاجرت کردم، در یک جای کار کردم و کل همکارای من برای من میگفتن که فیس تو یا اندام تو برای مدلینگ بسیار میزیبه و برای من گفته بودن که یک بار امتحان کن، شاید که مثلا یک شانس خوب داشته باشی. طیبه خود را در 2 آژانس مدلینگ در اتریش و آلمان ثبت نام کرد و قبول شد. سال گذشته در شو تلویزیونی اتریش به دنبال مانکن برتر می‌گردد شرکت کرد و اول شد. اولی که وارد اروپا شده بودی، وارد اتریش شده بودی، چطور بود برات؟ من سال 2015 قبل از اینکه یک سیلی از جمعیت بود، من قبل از او آمده بودم و بسیار برای من مهاجرت سخت بود، بسیار برای من طولانی بود و جدا از اینکه یک استرس جسمانی داشته باشی، یک استرس روحانی داری و برای من یک گفته اتریشی یک بلاستینگ بود، یک فشار روحی برای من بود. تقریبا 3 ماه در یک هایم بودم و بعد از او دوباره 3-4 ماه دیگه هم در یک هایم دیگه بودم. بعد شروع کردم زبان یاد گرفتم، آلمانی خود را بهتر کردم، کار پیدا کردم و به ایده آمدم که میتونم مدل شوم و فهمیدم که در این زمینه استعداد دارم. یکی از بزرگترین آرزوهای ما بود که همراه لیلا جان حمیدی با هم یک شوتینگ داشته باشیم و این که لیلا جان حمیدی همیشه یک الگوی ما بودن و هستن، چرا که ما یک نکته مشترک داریم، یک وجه مشترک ما است که هر دوتای من خانمای افغان هستیم و این که هر دوتای من در خارج از کشور زندگی میکنیم و ما مدل هستیم و لیلا جان حمیدی استایلینگ در آلمان است ولی خانم افغان بسیار موفق هستن. بله، یک چیز واضح است که مدلینگ برای فرهنگ ما زیاد کار جالبی نیست، ولی من فکر میکنم که یک تصمیم شخصی یک کس است و مربوط به خود فرد میباشه.
طیبه احمدی اولین پناهجویی است که در یک شو تلویزیونی انتخاب مانکن برنده شده است. میگوید با آنکه مدت کوتاهی است که از یک دنیای معمولی وارد دنیای پرزرق و برق مد شده است، به این دنیا عادت کرده است و مرتب در سفر است. او میگوید عاشق این شغل است و با آنکه شاید روزانه 14 تا 15 ساعت کار میکند، همه چیز برایش همچنان لذت بخش است. بامداد اسماعیلی، دوسلدورف، آلمان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.